من به نظرم سوال اساسی باید این باشه که سازمان 150 نفره 22 بهمن چگونه تبدیل میشه به یک این نکته مهمه. میلیشیای حالا آمارای 100 هزار نفره هستش، آمارای 150 هزار نفره هستش و در یک جامعه پرشور انقلابی تازه انقلاب شده سازمان بدون رقیب شروع میکنه از کف خیابون جذب کردن و عضوگیری کردن و در طی دو سال این عدد به 100 هزار نفر 150 هزار نفر آمارای مختلفی هست. حداقلش اینه که روز در واقع 25 خرداد روز 25 خرداد 60 نشریه سازمان 600 هزار تا در واقع تیراژ داره. بله 600 هزار تا عدد کمی نیست. آی موگوی باز همین سوال هست، 150 نفر آدم از زندان اومدن بیرون تا 150 هزار نفر عضوگیری اتفاق میفته، این چطور رخ میده؟ سازمان یه ویژگی هایی داره که بقیه ندارن. حزب توده نداره، حزب توده لایکه، حزب توده متهم به خیانت در 28 مرداد. برعکس سازمان یه گروه اسلامی شهید داده، مبارزه مسلحانه با رژیم انجام داده، خوشنامه در واقع. ما اصلا اگر بخوایم اسطوره الان بخوایم بگیم ساله مثلا 58، من مثلا 15 16 17 ساله 20 ساله دنبال اسطوره میگشتم، میرفتم دنبال سازمان. یعنی احمد رضایی میشد اسطوره من، رضا رضایی میشد اسطوره من، مجید شریف واقفی. در واقع همه اون ویژگی هایی که باید یک سازمان داشته باشد که بتواند دانش آموز و دانشجوی پرشور انقلابی فضای سال 58 جذب بشه، سازمان همه این آیتما رو داره.